در پی حمله ماموران حکومت فقیه به زندانیان سیاسی در بند 350 اوین، گروهی از زندانیان این بند دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان در بیانیه دوم خود در برابر رئیس سازمانهای زندانها، رئیس پیشین سازمان زندانها اسماعیلی، واکنش نشان دادند. درگیری های داخلی میان جناح‌های تشکیل دهنده حکومت جمهوری اسلامی به خلوتخانه آقای روحانی، به خانه آقای روحانی، حسن روحانی و مهمانی همسر وی نیز کشیده شد. در یمن گروهی از فرستادگان جمهوری اسلامی، فرستادگان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، ماموران اطلاعاتی حکومت ایران دستگیر شدند و در کرمانشاه 8 نفر دیگر اعدام شدند. و خبرهای دیگر. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. در گفتگو با آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن بررسی میکنیم مهمترین خبرهای امروز در ایران و مربوط به ایران را. تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیز، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و بالو شنوندگانم بگم تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. به شما هم سلام میگیم آقای سازگارا در واشنگتن که نقل مکان کردید و دوربین رو به جای دیگه منتقل کردید. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان. فکر کردم فصل بهار و دوربین رو به جای منتقل کردم که پشتش پنجره و خیابونه. هوای آفتابی، هوای خوب و پر از شکوفه در واشنگتن، ویرجینیا و مریلند. آقای نوریزاده ببینید، من بند 350 اخبار رو همه دارن از طریق ایران فردا و منابع دیگه مورد اعتماد خبر دریافت کردن اون چیزی که در بند 350 رو داده این روز. الان بیانیه دوم زندانیانی که اعتصاب قضا کردن منتشر شده، خواستار رسیدگی شدن. چه کسانی واقعا چه کسانی رسیدگی میکنن، حال اینکه مثلا دولت هم تا کنون سکوت کرده؟ آقای حسن روحانی در مورد اون چیزی که در این زندان اتفاق افتاده. جناب چالنگی، دو سه نکته در این ماجرا بود که خیلی منو ناراحت کرد. یعنی فارغ از نفس بد این عمل، عملی که تو انسانهای در بند رو زیر مشت و لگد بگیری و بزنی، دو سه نکته برای من خیلی قابل تأمل بود. یکی مصاحبه آقای اسماعیلی بود که ایشون درست انگار دارن جوک تعریف میکنن، با وقاحت تمام، با پوزخند زدن مسخره میکردن زندانیا رو و از فتح الفتوحشون میگفتن. یه مش تلفن همراه و سیم کارت و گوشی تلفن رو گذاشته بودن به عنوان آثار جرم. حالا انگار رفتن اونجا مثلا 5 کیلو هروئین گرفتن یا رفتن اونجا وسایل ارتباط ماهواره‌ای پیدا کردن، 4 تا 20 سیم کارت و تلفن همراه. و بعد از این ایشون یک فتح الفتوح ساخت. حالا فهمیدیم که آقای خامنه‌ای با این ماموران حقیری که هستن
طبیعتا باید همون جوری هم فکر بکنه دیگه. حیدر مصلحی روزی یه توطئه براش کشف میکرد که بنده آقای سازگارا جنابالی هم گهگاهی توش نقش داشتیم، یه روز ما 18 میلیون میگرفتیم، یه روز فلان میشد. اون مال مصلحی بود که بیمار روانی بود. اینم معلوم شد روحیه آقای خامنه ای رو اینا درک کردن. در گذشته ما داشتیم مامورانی که کشفیاتشون انقدر بزرگ جلوه میدادن که مثلا بخوان به رئیس دولت بگن آقا ما چه کار بزرگی کردیم. الان هم این آقا 4 تا گوشی بی سیم حالا گرفتن یا نگرفتن یا اونجا چیدن. بعد لحن مسخرش که هر حکومتی یک ذره به اخلاقیات پایبند بود، این آقا رو منتظر خدمت میکرد و محاکمش میکرد. ولی در حکومت ولایت فقیه که سعید مرتضوی وقتی آدم میکشه از سوی ولی فقیه جایزه میگیره و پروموشن میگیره، ارتقای مقام میگیره، ایشون رو هم آمده آقای صادق لاریجانی به ریاست دادگستری تهران و دادگاه تجدید نظر شعبه 2 منصوبش میکنه. یعنی 3 درجه بهش ارتقای مقام میده، 2 درجه بهش ارتقای مقام میده. و این نشون دهنده اینه که واقعا در اون مملکت حساب کتابی نیست و اصلا براشون مهم نیست. زندانی رو گرفتن زیر دست و پا زدن، لگد زدن. بعد ایشون میگه ماموران تیتیش مامانی ما دستشون خونی شد چون زندانیا شیشه شکستن. و در مجموع من فقط چه بگم، بسیار متاثرم، بسیار ناراحتم از اینکه دولت غیرت نداره که حداقل پاشه نسبت به این مسئله واکنش نشون بده. متاسفم در کشورم مردی به نام آیت الله سیدعلی خامنه‌ای حکومت میکنه که ذره‌ای مهر و عشق به مردم نداره. متاسفم که رئیس قوه قضاییه هم یک آخوند بی انصاف، بی مروت، آلوده است به نام صادق لاریجانی. متاسفم که رئیس زندان آقای اسماعیلیه و بعدم ولش میکنه رئیس دادگستری. خب ببینید آقای سازگار، مثلا همین ما از روز اول در همین برنامه من اشاراتی داشتم که وقتی وزیر دولت، وزیر دادگستری این دولت کسی است که به مراتب بدتر از بند 350 عمل کرده از کسانی بوده، کشتار زندانیان دهه 60، قابل پیش بینی بود که چنین دولتی با چنین وزیر دادگستری الان سکوت کنه. و تنها کسی که تقریبا صحبت کرده صراحتا همین وزیر دادگستری هست، پور محمدی، که اون هم مثل آقای اسماعیلی با پوزخند و تمسخر و پاشیدن نمک به زخم مردم، داغدارها. علاوه بر این، اساسا این حکومت که معتقد هست از حمایت مردم برخوردار، حکومت الهی است، از حمایت امام 12 شیعیان برخوردار، از زندانیان دربندی مثل عبدالفتاح سلطانی، مسعود باستانی، بقیه بچه ها، از اینو چه حراسی دارن که چنین حمله میکنه؟ چرا؟ ببینید آقای چالنگی، من با تحلیل آقای رفسنجانی موافق نیستم که ایشون در دیدار خانواده ها گفته که اینو گروه خاص میکنند برای اینکه با دولت روحانی مقابله کنند و دولت روحانی رو بیخاصیت نشون بدن. به نظر من ماجرا فراتر از اینه. اولا این کار رو شخص آقای خامنه‌ای در جریان بوده، ایشون شخصا حتی پاره بازجویی ها رو میخونه، شنودها رو گوش میکنه و این اتفاقات رو خودش مدیریت میکنه. اولا ثانیاً ببینید، زندانی سیاسی سمبل مقاومت یک ملته. زندانی سیاسی نه در ایران، در همه جای دنیا وقتی فشار دیکتاتوری بالا میره، چراغ مبارزه رو زندانیان سیاسی، این قهرمانان ملت، روشن نگه میدارن. و همه مشکل حکومت هم همینجاست. حکومت بعد از 30 سال سرکوب، 4 سال گذشته سرکوب سیستماتیک و بریدن نفس ملت، وقتی میبینه اولین جایی که یک ذره جای فریاد زدن هست در دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوها اونجور مقابله میکنن و شعارهای جنبش رو میدن، میفهمه که زیر پوست جامعه مقاومت ملت زنده است و احساس خطر میکنه. به همین دلیل هم دیروز و امروز مانور 10,000 نفری میذاره، بسیج
سپاه توی تهران 5 نقطه اول ماه می هم قراره دوباره بذاره قشون به رخ ملت بکشه، برای اینکه مقدار نارضایتی رو میدونن. به همین دلیل زندانی سیاسی که اطلاعیه میده نمیترسه، بیانیه های جمعی میده، انباع خطر رو برای خودش میخره، اما اخبار زندان رو به بیرون منتقل میکنه. این اونجاییست که از دید آقای خامنه‌ای باید سرکوب شه، باید نفسشون بریده بشه که جامعه ناامید شه. و از اونجایی که ایشون مثل همه دیکتاتورها ایشون همون راهی رو داره میره که همه دیکتاتورها رفتن، محاسباتش در مورد مقاومت ملت اشتباه از آب در میاد، ایشون این کار رو در زندان کردش به دست عواملی مثل این آقای اسماعیلی که واقعا من هم با این نوری‌زاده موافقم، اسباب خجالت آدمه که یه همچین مردی میاد تو تلویزیون، یا پور محمدی، آقای پور محمدی، یا بعضی از این وکلای مجلس. خجالت برای کی آقای سازگارم؟ برای اینکه آدم مملکتش میبینه که چنین فاجعه اتفاق میفته. خجالت که قطعا آقای خامنه‌ای باید بکشه و اعوان انصارش، ولی به عنوان یه شهروند ایرانی وقتی نگاه میکنه میبینه در تلویزیون اون مملکت، تلویزیونی که با پول ملت حرکت میکنه و راه میره، میبینه این آدم میاد اینطور سخیف صحبت میکنه و اینطور عرض شود که بیشعورانه به شعور ملت توهین میکنه. خجالت از این جهت که صبح تا شب به دانایی و دانش ملت اینها توهین میکنه. بر صورت 25 سال البته همین هست. بله، ببینید نکته من این است که مقاومت دلیرانه زندانی ها به نظر من و اعتصاب قضایی که به دنبالش کردن، تظاهراتی که در سراسر خارج از کشور ایرانی های خارج گذاشتن، بیانیه هایی که اعضای پارلمان اروپا دادن، سازمان های بین المللی، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین هایی که الان به راه افتاده تا مادر یکی از شهدای جنبش سر موی سر خودش رو تراشیده، عکسش رو گذاشته که حالا که سر فرزندانم رو توی زندان تراشیدین، نوشته من یک بار وقتی پسرم کشته شد موام سپید شد و حالا تراشیده شد برای بقیه پسرانم که در زندان هستن، و گزارش هایی که زندانیان سیاسی قهرمان ما با وجودی که حسین رونقی ملکی رو بردن توی بهداری اوین، من دیروز گزارشی ازش بخوندم که عشق رو به چشم هر کسی که به خونه جاری میکنه از فاجعه ای که اتفاق افتاده و خشونت که در حق زندانی ها کردن. بر صورت به نظر من آقای روحانی به درستی ابوالفضل قدیانی از زندانیان سیاسی و سایر خانواده هم گفتن باید حرفی بزنه به احترام رأیی که از مردم گرفته. 400 و چند فعال مدنی و سیاسی هم نامه امضا کردن، همین رو به آقای روحانی گفتن. و به هر حال اینجا به نظر من از حساب آقای خامنه‌ای و لاریجانی و اسماعیلی و غیره که تیه، البته حکومت بی خود میخواد بگه که آقای اسماعیلی رو ارتقا داده، از ترسش برداشته از اونجا، فقط خودشو برای اینکه از تک و تان اندازه اینا رو میگه، ولی آقای روحانی وظیفه‌ش به احترام رأی مردم که گرفته یک چیزی بگه. من در انتها اینم حیفم میاد اگر ذوق ایرانی ها حتی در این مصیبت هم کار میکنه. کمپین هایی که من نگاه میکنم بچه ها طنز های قشنگی رو بان کنن، از جمله راجع به آقای پور محمدی که شما فرمودین، یک نفری نوشته بود که این آقای پور محمدی آدم خیلی مهربونیه، همه کسایی که او رو دیدن اگر زنده مونده باشن حرف من رو تایید. بسیار همون میمونه. همین آقای پور محمدی شما میفهمید ارتقا مقام ندادن، خود ایشون خود بسیار آدم کشته، اما الان در حال حاضر وزیر هست. پیش از اظهارات آقای اسماعیلی همین وزیر شدن آقای پور محمدی خودش میتونه یکی از اهانت های بزرگ باشه. اما مادر مصطفی کریم بیگی هست که موهای سرشون و این مادر نازنین ایرانی تراشیده، آقای سازگارا اشاره کردن و همونطور که اشاره شد این بار برای پسران در بندم موهایم را تراشیدم، موهای سپیدم را که در از دست دادن مصطفی
سپید شده و بعد گفتن که تمام ایران 350 است. یعنی یک فیلم 300 ساخته شد، این همه اظهار مخالفت شد به خاطر اینکه خیلی معتقد بودن اهانت شده بهشون، اما 350 بند 350 چون چه واکنشی خواهد داشت در سطح ملی منتظر خواهیم بود. اما آقای سازگاره یک نکته رو اشاره کردن در اول صحبتشون، آقای نوری‌زاده، دیدار خانواده های با آقای رفسنجانی. اصل این دیدار این بوده سرای قلم که آقای مهدی خزعلی ریاست شد داره، ظاهرا اعضای این تشکر رو سرای قلم رو برده با آقای رفسنجانی دیدار کنن. در میون اعضای سرای قلم آقای محسن اکبری هم بوده که برادر ایشون در زندان هست، ببخشید محسن امینی، برادر آقای اکبر امینی که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، یک نفر از اعضای خانواده های زندانی. این خبر رو اطرافیان رفسنجانی و آقای خزعلی، من نمیگم حتما هدفشون این بوده، ولی جوری بهره برداری از وضعیت موجود چیز میکنن مطرح کردن. آقای سازگاره حتما دیدن خبر رو، آقای خزعلی این خبر رو به عنوان دیدار جمعی از خانواده ها، خانواده ها نبودن اینا، فسمون و برحال سرای قلم بودن در ستایش از آقای رفسنجانی، اینا هم بسیار حرف زدن در اونجا و همینطور انتقاد کرد. آقای نوری‌زاده عزیز، در از شما میشنویم در مورد این که واقعا در جمهوری اسلامی چرا چنین هست، چرا هر کسی مرتکب خطایی در این سطح میشه هیچ مجازاتی نیست، چرا اساسا باز همون پرسش که حکومت فقیه از زندانی ها در بند واقعا چرا میترس، چرا حراسی داره؟ آقای چالنگی ببینید، مقام وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی با برپایی نهادی به نام قوه قضاییه یه مقام خیلی کوچیکه، یعنی رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه در امور اداری، چون تازه رئیس قوه قضاییه معاون اداری مالی هم داره. بعد دیروز دیدم حکمی هم که برای امین آقای اسماعیلی دادن آقای پور محمدی نداده، آقای صادق لاریجانی داده. و قبل از آقای پور محمدی هم کسانی بودند، همون اسماعیلی بود، آدمای دیگه، وزیر دادگستری حسن حبیبی، دیگران که اصلا نمیشنیدیم، صداشون نبود. یه رابطی بودن بین دولت و قوه قضاییه، برن پولو بگیرن و بیارن از این. اما چون اسم دادگستری هست، به اعتقاد من انتخاب پور محمدی یه انتخاب حساب شده از جانب آقای خامنه‌ای بوده، برای اینکه به ملت ایران توهین کنه، برای اینکه همونطور که در مورد سعید مرتضوی کرد به ملت ایران بگه شما برای من ارزش ندارید، من قاتل قاتلان رو میرم میذارم زیر نام وزارت دادگستری. دادگستری، قوه دادگستری دست آقای صادق لاریجانی، اینم هیچ کار است. اما بالاخره اسم وزیر داره، دفتر و دستک در مجامع بین‌المللی ظاهر میشه، این دوتا شاخی هم که رو پیشونشه نشون میده که یعنی عبادت صبح تا شب میکنه، منتها پرونده سیاه آدمکشی‌هاش جلوی ما. این یعنی توهین به ملت. حالا شما میگید چرا اینا مجازات نمیشن؟ آقای چالنگی، شما وقتی مجموعه حاکمیتی دارید که این مجموعه حاکمیت مصالح عالیش در تعارض کامل با مصالح ملته، مصالح عالیه این ابقای حکومت آخوندی در ایران و به عقب بردن ایران از نظر فرهنگ و اجتماع و همه چی است، این بنابراین دلش نمیسوزه، نگران زندانی رو میزنن. آقای لاریجانی با کمال وقاحت اومده نشسته میگه ما از این به بعد خیلی تند مجازات میکنیم، با توطئه ها مبارزه میکنیم. آقا اون محمد رضا شاه بدبخت رو بعد چرا بهش اینقدر بد میگفتیم؟ مگه اون غیر از این میکرد؟ اونم تروریستی که تو خیابون با اسلحه میمد افسر آمریکایی و ایرانی رو میکشت و میرفت بانکا رو میزد، خب میگرفت زندانیش میکرد و بعدشون هم اعدام میکرد. پس چرا اونو میگفتین جنایتکار؟ شما که دارید توجیه میکنید. ولی آقای نوری‌زاده، اینایی که در زندان هستن در شما در دوران محمد رضا شاه پهلوی، بحث باز کردن موضوع هست، شما وکیل دادگستری در زندان داشتید صرفا به خاطر وکالتش؟ نه این چیه؟ ببینید من مقایسه نمیخوام بکنم، که الان در زندان اصلا من مقایسه نمیخوام بکنم. اونجا زندانیانی بودن که بعضن، نه همه،
بعضن معتقد به یه ایدئولوژی بودن، در پیش بودن، شبکه داشتن، دسته داشتن، یه عده‌ای هم بودن اشتباهاً برای یه کتاب و غیر زندانی بود. اما حرف من اینه، این آقایون یه عمر اون رژیم رو محکوم میکردن، انتقاد میکردن، فوش میدادن، اعلامیه میدادن که این رژیم در برخورد با مخالفان جنایتکاره. اما شما که تحمل یک تلفن موبایل رو ندارید، اگر راست بگید، شما که بر میگرده میگه که کسانی که در خارجن و توی جنبش سبز بودن، فتنه سبز و قلونا، محاکمه میشن. آقای محسنی اژه‌ای که خودش یه جنایتکار دیگه است میگه اینا محاکمه شدن یا شدن، حکمشون هم صادر شده. در کدوم کشور دنیا جرم سیاسی اگه شما کار سیاسی کرده باشی غیاباً محکومت میکنه؟ خب شما با یک رژیم شترگاف پلنگی روبرو هستید که نه به قانون اعتقاد داره، حتی به قانون خودش، نه به اسلام اعتقاد داره. شما فکر کنید مثلا اینا واقعا معتقدن؟ آقای خامنه ای الان واقعا معتقده به فاطمه زهراست وقتی راجع به او حرف میزنه؟ این احمد خاتمی وقتی میره نماز جمعه واقعا نماز میخونه؟ خدا شاهد اگه چنین باشه، در عمرشون اینا دو رکعت نماز صحیح نخوندن. برای اینکه فریبکارن، دروغگون، جنایتکارن. جنایتکار نمیتونه بیاد نماز بخونه، نمیتونه رو به خدا بیسته. این آقای پور محمدی در عمرش یه رکعت نماز درست نخونده، در عمرش راست نگفته. این آدم شده والا وزیر دادگستری. صادق لاریجانی فساد سر تا پاشو گرفته، رئیس قوه قضاییه. پس از اینا انتظار نباید داشته باشیم که این جرائم و واکنش نشون بدن، عصبانی بشن، بگن محاکمه بشن. نه، آقای اسماعیلی رو ارتقای مقام میدن. بله، اشاره شد به دیدار با آقای هاشمی رفسنجانی. در همین دیدار آقای محمد باقر مرادی از اعضای سرای قلم حرفی زده جالب توجه. خطاب به رفسنجانی و روحانی گفته که سراغ بسیاری از جوانان خوشفکر و فعال که برای حمایت شما ارزش بسیار قائل بودند و هستند میروم. راستی امروز تمامی آنها کجایند؟ آیا تاکنون پرسیده اید تمامی آنها که تا ساعتهای پایانی رأی‌گیری محترم و عزیز بودند، نه تنها شما بلکه دولت نیز آنها را از همان پایان ساعت رأی‌گیری به ورطه فراموشی سپرد؟ بسیاری از آنها نه تنها امروز دل سرد و پژمردن، بلکه دیگر میلی به حمایت از هیچ یک از عملکردهای نظام ندارند و این خود بسیار خطرناک است. من این حرف ایشون هست. به نظر میرسه آقای سازگارا که این شکافی که بین دو جناح حکومت هست داره عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه آمدن. نشونه ها حکایت از این داره، حتی دعوا به خلوت رئیس جمهوری نظام هم رسیده، مهمانی همسر ایشون و فیلمی که منتشر شده از طرف جناح مخالف. این نظام تا چند، این شکاف تا چه اندازه واقعی است و تا چه اندازه اگر واقعی است عمق و گسترش داره و انگیزه ها و علتش؟ ماجرای کاخ سعدآباد و مهمانی که همسر آقای روحانی گرفته بوده که حالا میگن خیلی هم مجلل بوده، مورد انتقاد به خصوص این نمایندگان جبهه پایداری در مجلس هست. خودشون هم میگن ما با دولت روحانی مخالفیم. خیلی در مجلس پایداری ها پیروی پیدا نمی کنن سر اینجور موارد و البته پاره انتقادات به نظر من بیراه نیست. در شرایطی که بنزین دیتری 1000 تومان شد، نزدیک از 30% افزایش قیمت داشت در یک شب، یا برق و گاز و آب گران شده و موج گرانی های جدید در راه و اینطور مردم در فشار و تنگنا قرار دارن، طبیعی است که به نظر در من انتقاد وارد به هر نوع تجمل و برنامه های اینچنینی. ولی حضراتی که این رو میگن و در مجلس این ساز رو کوک میکنن، دردشون جای دیگه است. درد اصلیشون اون دردیست که آقای عزیز جعفری و اعوان و انصارشون هم
میگن. درد اینا این است که میخوان دست گشاده‌ای داشته باشن در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی کشور و همینطور وزارت راه و وزارت نیرو، و تا حدی دستشون کوتاه شده. البته یک نکاتی رو میگن که واقعا قابل تأمله. این مخالفین میگن که آقا یک دست دوربرگای این آقای روحانی هم دستشون آلوده است و توی این پروژه ها در واقع بخور بخور دارن میکنن. البته باید تحقیق بشه، باید بررسی بشه، ولی ببینید آقای چالنگی، به نظر من الان آقای لاوروف اومده بود مطرح کرده بود دیروز پریروز که بحث موشکی ایران موافق نیست در مذاکرات 5 به اضافه 1 مطرح بشه. فارن پالیسی، نشریه معتبر سیاسی تو امریکا، یه تحلیل جالبی رو این گذاشته بود، گفته بود روسا خیلی بدشون هم نمیاد این مذاکرات 5 به اضافه 1 به جایی نرسه و تحریم ایران ادامه پیدا کنه، برای اینکه حداقل 1.5 میلیون بشکه نفت که لااقل 1.5 میلیون بشکش بیرون از بازار میمونه به دلیل تحریم ها و روسیه خودش 60% اقتصادش نفته. میخوام بگم پشت پرده غیر از دعوای سر پول و قدرت که واقعی است در ایران و گلوی همدیگر رو دارن پارپاره میکنن، اما پشتش یه دعوای شرق و غرب هم سازش کوک شده و با دستهای پیدا و پنهان تحریک میکنن این ماجرا رو و عواملی که دارن به حرکت در میارن. تو ماجرای به نظر من یکی از جایی که خیلی خوب میشد دید تو همین 7-8 روز، تو ماجرای جنازه آقای ریچارد فرای که از قراری که شنیدم آقای روحانی هم خودشو کشیده کنار و گفته به ما چه نکنیم و وزیر ارشادش هم اومد گفت و یه آبروریزی هم بود، عواملی دست داشتن که به نوعی به اصطلاح پرو روس هستن و به روسا ارتباط داشتن. چرا؟ برای اینکه بازتابش در امریکا خب این شد که آقا اینا یک عده تا حد جنون در واقع ضد غربن و بی خود میگن که میخوان با غرب رابطه بگیرن، به جنازه یه ایران شناس هم رحم نمی کنن. این تصویر به هر حال تو دنیا ساخته میشه از حکومت که در ایران هست. مرادم این است که این دعوایی که میبینیم، دعوایی که بر سر قدرت و ثروت هستش، این دعوا آغشته است الان به دخالت شرق و غرب که سر اوکراین یه دعوای بزرگتر اونجا دارن، اما این دوره قاجاریه در داخل ما هم، داخل کشور ما هم این سفارایی درون دربار و بیرون دربار داره انجام میگه. خب اگر صدای ماشینی شنیدید، ماشین نبود، این استودیوی ما، استودیوی ایران فردا در واشنگتن درست که ایزوله شده، اما دیگه پرواز هلیکوپتر در نزدیکی های پنجره رو دیگه پیش بینی نکرده بودیم. این اگر صدای اتومبیل به نظر اومد هلیکوپتر بود، از این بغلا در حال رد شدن بود بینندگان عزیز. اما آقای نوریزاده اشاره کردن به این مهمانی و اختلافات، از جمله لوکس بودن این مهمانی هم یکی از موارد اعتراض بوده. این خبر رو هم شنیدنی است که آقای علیرضا پناهیان که معروف و معرف حضور بسیار از بینندگان هست، سخنرانی رفته جایی بکنه، دانشجویان، تازه دانشجویانی که بودن اونجا اعتراض کردن در دانشگاه امام صادق، یا آقا جان شما که این همه دم از مستضعفین رو نمیزه، این اتومبیل بسیار بسیار گرون چی است که سوار شدیم؟ ایشون هم با کمال روشنی گفتن که بچه هزبولایی ها باید پولدار باشن، اگه پول نداریم ارزه نداریم، باید ارزه داشته باشیم. این توی سایت های خود بسیجی ها و هزبولایی ها هم منتشر شده. این اختلافات آقای نوریزاده که به اولا یه ماجرای رو براتون بگم که همسر آقای روحانی برخلاف همسر آقای خاتمی که از خاندان امام موسی صدر و از اشراف روحانیت بودن، پدرشون هم شخصیت فرهنگی بود، خانم ایشون خیلی علاقمند هستن که نشون بدن
که بانوی اول ایرانن و اون بالای رقابتی بین همسر رئیس جمهوری و همسر آقای خامنه‌ای وجود داره. منتها در مورد خانم عفت مرشی همسر رفسنجانی، در اون مورد خب خانم مرشی خیلی موفق شده بود که حضور خودش رو تثبیت بکنه و واقعا شده بود بانوی اول. با رفسنجانی میرفت کره شمالی، اندونزی میرفت، زنای رؤسای جمهوری اومدن پذیرایی میکرد. خانم خاتمی زیاد علاقمند به این مسائل نبود، بیشتر خیلی مگر به ندرت یکی دو نوبت که رؤسای جمهوری با همسرانشون به ایران آمدن. ولی خانم روحانی از ابتدا نشون داد که نه، میخواد بانوی نامبر وان باشه. با اولین بار که ایشون دست به یه فعالیت اجتماعی زد، همسران سفرای مقیم ایران رو دعوت کرده بود، بعد نشستایی داشتن با بانوان خارجی که به ایران میمدن و تا این مهمونی رو گرفتن. ببینید آقای، ماها باید خوشحال باشیم از این چیزا. یه عمر اینا گفتن شاه تو قصر سعدآباد، تو قصر نیاوران، اینا همه تو قصر را. بیچاره وقتی رفت، ما رفتیم قصرشو دیدیم، دیدیم عجب. الان مقایسه بکنیم از خونه علی دایی خیلی پایین تره. خونه علی دایی رو عکسشو ما دیدیم صد برابر قصر شاه بود، کاخ نیاوران. و حالا خب اومدن خانوما در یه مهمونی جمع شدن در کاخ سعدآباد تا فقط نیان انگوش بکشن آقا این فرح پهلوی چقدر تبذیر میکرد و چقدر خرج میکرد، تو قصرها مهمونی میداد، جشن 2500 سال. نه، گفت اینا دستشون نمیره، بلد بودن این کارم میکردن، دارن کم کمک یاد میگیرن. حالا بانوانشون یاد گرفتن تو کاخ سعدآباد، اگر یه خود روشون بشه فردا مقام معظم ولایت هم تشریف ببرن به لقاء الله، میبینیم همین آقایون ریشا رو کوتاه میکنن، اگه یه روزی هم لازم شد کروات هم میزنن. کما که آقای رفسنجانی یه بار گفتن اگه قراره در ایران کاباره باز شه، خودم محمد کریم ارباب خواهم بود، اولیشو خودم وا میکنم. میخوام بگم اینا اصلا نباید آدم تعجب بکنه از جه. اما از این بدتر اون حمید رسایی آلوده فاسده که خدا میدونه اینا در ارتباط با اون محمد تقی مصباح یزدی، این مجموعه بچه‌هایی که دورش بودن چه آدمایی بودن، چه فساد اخلاق جا. اون میاد منتقد این میشه، اونی که در همون تشکیلات مؤسسه امام خمینی 14 میلیارد تومان پول مملکت رو به باد دادن، این آقا میاد انتقاد میکنه، این آقا میاد میگه بله. و بعد آقای حسینیان، ایشون هم که معرف حضورتون هستن، خسرو خوبان معرف حضورتون هستن، ارتباطش با سعید امامی، ارتباطش با آدم کشی ها و اعترافش رسما، ایشون گفت ما خودمون هم آدم کشتیم، میدونیم آدم کشی یعنی چی. ایشون آقای روحانی باید خوشحال باشه که منتقدانش خسرو خوبان و حمید رسایی هم. این به نظر من خیلی برای آقای روحانی یک افتخاره که این دوتا منتقدشن. ولی در کل قربانت برم، در کل به هر سو که نگاه میکنی تزویر و فریب است، چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. البته روحانی خوشحال هست که وزیر دادگستریشم پور محمدی و بقیه شده. بله، صد درصد، صد درصد ایشونم حتما از این بابت آقای روحانی هم خوشحاله که و ایشون هم خود ایشون وضعیتی داشت که پسر ایشون از دست پدر خودکشی کرد. بله بله، اونم داستان اندوهگیره. خب آقای سازگار، علی‌رغم تمام درخواست ها، خواست ها، توصیه ها، سفارش ها، محکوم کردن های نهادهای بین المللی، روند اعدام در ایران همچنان ادامه داره. 8 نفر در کرمانشاه اعدام شدن، قرار 3 نفر دیگه در زابل اعدام بشن، یعنی در سیستان و بلوچستان. ما وارد این نمیشیم که جرم اونها چه بوده، اما پرسش اینه در دادگاه های علنی نه محاکمه شدن نه برگزار شده، پشت درهای بسته، و چرا این همه اعدام در ایران، در کشور ایران؟ بله، ما به لحاظ اعدام کشور ایران الان رتبه 1 رو در دنیا داره نسبت به جمعیتش وقتی سرانه بکنیم، و حتی بعضی ها معتقدن به طور مطلق هم از چین پیشی گرفته، به خصوص اینکه تعدادی از اعدام هایی که
انجام میشه، مثلا در زندان وکیل آباد مشهد که اولین بار مرحوم احمد قابل فریادش بلند شد وقتی اونجا بود و افشا کرد که اعدام‌های یواشکی صورت میگیره، همه سازمان‌های بین‌المللی معتقدند که یک تعدادی اعدام در سال حکومت ایران حتی اعلام هم نمی‌کنه. چرا حکومت دست به این خشونت میزنه؟ من فکر میکنم شاید بشه از فیلسوفی مثل میشل فوکو کمک گرفت که معتقده که قدرت این حکومت‌های اینچنینی، من حالا میگم حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه، وقتی در خطر احساس می‌کنند هستند، بیش از پیش نشون میدن میخوان به مردم حالی بکنن که مالک تن مردمن، جان مردم در اختیار اونهاست. جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. فوکو هم همین رو میگه، میگه اینجور حکومت ها بیشتر دست به اعدام میزنن، به لباس مردم کار دارن، برای اینکه بتونن اون سیطره خودشون رو تداوم بدن. جمهوری اسلامی هم شما میبینید هر وقت که بیشتر احساس خطر میکنه قشون میکشه میاد توی خیابون و به خصوص مسئله حجاب خانم ها رو بهانه میکنه، با لباس مردم کلنجار میره برای اینکه بگه من مالک شما هم. اعدام رو افزایش میده برای اینکه اعدام در واقع جان مردم رو میگیره. من حالا اسم فوکو رو آوردم، بد نیست به این آیه قرآن هم اشاره بکنم. 1400 سال قبل از فوکو در توضیح فرعون ذی‌العتاد رامسس دوم که اون موقع با موسی درگیری داشت، میگه فرعون ادعا میکرد که انا ربکم الاعلا، من رب شماها، رب بلند مرتبه شما هستم، و نمیگفت من خالق شماها هستم چون میدونست مشتش وا میشه، اون که خب نمیتونه یه مگس هم خلق بکنه، بلکه میگفت من صاحب اختیار شما هم، اختیار شما دست ماست. و داستانی که قرآن نقل میکنه میگه دو تا زندانی رو بیارین، یکیشو میگه ببین من میگم الان، به موسی میگه ببین من آزادش کردم، این یکیو دستور میده اعدامش بکنم، بنابراین من صاحب اختیار ملتم. این دقیقاً آقای چالنگی حکایت تمام مستبدین تاریخ، این حکایت تمام حکومت‌های تمامیت خواهه، و آقای خامنه‌ای دقیقاً اگر تعبیر قرآنی بخوایم بگیم فرعون ذی‌العتاد است که میخواد به مردم حالی بکنه که من صاحب اختیار شما. خب برای نوریزاده، ماشین اعدام همچنان در چرخش هست و این گوشه و اون گوشه ایران باز اعدام میکنه. دو نکته هست که از 23 بهمن ما در ایران آغاز شده، علی‌رغم اینکه کی سر کار بوده، خامنه ای رئیس جمهور بوده، خاتمی بوده، رفسنجانی بوده، رجایی بوده، هر کسی بوده تا به امروز احمدی نژاد و این یکی آقای روحانی، این دو نکته ادامه داشت. از جمله نکات دیگه هم هست، اما عمدش این، یکی این که ماشین اعدام هست، یکی هم دخالت در امور کشورهای دیگه به خصوص منطقه، یعنی منطقه. الان در کنار ماشین داخلی یه دهی هم در یمن دستگیر شدن، باز فرستادگان تهران. بله، حضورت عرض کنم، ببینید آقای چالنگی، این دو موردی که اشاره فرمودید جزی از قانون اساسی نظامه، مگه اینا بعد جز قوانین نظامه؟ مگه قانون قصاص رو، یه قانون وحشیانه رو، مگه اینا قانون مقدس نمیدونن؟ آقای خمینی وقتی جبهه ملی قانون قصاص رو رد کرد گفت جبهه ملی مرتده، یعنی بنده مرتدم چون قانون قصاص رو قبول نمی، قانون وحشیانه است، این قانون اصلا قابل انطباق نیست در یه جامعه بشری. و اگه بگیم اسلام داشته، یهودی هم داشتن، مسیحی هم داشتن، ولی گذاشتن کنار برای اینکه قابل اجرا نیست در این زمانه. در اون قانون قصاص اینو به هر دلیلی میتونن آدمی رو اعدام کنن، قصاص رو اومدن تعمیم دادن. خیلی راحت میگن این آقای سلطانی چون در امور وکالت حرفایی زده که باعث تحریک مردم شده، بچه‌ها اومدن تو خیابون کشته شدن، پس ایشون قاتل. خیلی راحت مثل آب خوردن آخوند برای شما همه چی رو توجیه میکنه، هر چی رو بخواید. و
نکته دوم در مورد کمک به گروه های تروریستی، اینم بخشی از برنامه شونه. همون اوائل انقلاب یادم نمیره، همین آقای ابو طالبی که الان تو امریکا راش نمیدن، ایشون به اتفاق یکی دیگر از دانشجویان خط امام رفتن به الجزایر و 18 سازمان تروریستی رو که دفتر و دستک داشتن به ایران دعوت کردن که اینا آمدن در اولین نشست نهضت‌های آزادی بخش و انقلابی در تهران شرکت کردن، که یادم نمیره ابو جهاد خلیل الوزیر از سازمان آزادی بخش فلسطین آمده بود که ریاست جلسه رو داشت، دید یه عده نشستن از این چفیه‌ها به دماغشون بستن و اینا، گفت اینا کیان؟ یکی گفت این نماینده سازمان آزادی بخش جزیره العربه، اون یکی گفت این نماینده آزادی بخش بحرینه، اون یکی گفت این نماینده آزادی بخش کوه، گفت پاشین بریم بیرون، شما اگه نماینده آزادی بخش بودین حداقل چهرهتون مثل من معلوم بود کی هستین، پاشین. بیرونشون کرد از جلسه و خودش هم تهدید کرد، گفت اگه اینا اینجا بشینن من میرم بیرون. حالا غرضم اینه اینا روز اول سنگ بنای این امپراتوری دروغ و فریب و آدمکشی بر این گذاشته شده که نکبت جهان شمولشون رو صادر کنن. صدورش هم به این شکلی که امروز وضع فلاکتبار عراق رو میبینیم، آقای قاسم سلیمانی و سهرارودی قاتل زنده ها دکتر قاسملو میرن در کردستان عراق، میرن در بغداد، میرن در نجف و تهدید میکنن که اگر مالکی برنده نشه و نخست وزیر نشه ما عراق رو با آتیش میکشیم. تو یمن افراد وابسته به سپاه پاسداران با کارت سپاه، با شماره رجیستر، با همه چی دستگیر شدن به همراه افراد حزب الله و کارشون آموزش حوثی ها بوده برای ایجاد آشوب. در جنوب کشور آموزش کمونیستا برای جدا کردن عدن از یمن، یمن جنوبی، یعنی علی سالم البیض کمونیستی که در جریان شورش های که در یمن شده، اگه یادتون باشه عبدالفتاح اسماعیل و علی انتر و اینا رو به قتل رسوند، یه آدم آدمکشه، حالا رفته داماد حزب الله شده و رفته لبنان، بعدم آقای خامنه ای دیدتش رو بهش چند میلیون دلار کمک کرده و داره نیروهاشو آموزش میده که در جنوب یمن، یمن جنوبی دوباره درست کنن، جدا کنن. در شمال هم که حوثی ها، از اون ور در بحرین تا این مردم بدبخت میخوان آروم بگیرن، شیعه ها نماینده میفرستن گفتگو میکنن، 4 تا تروریستی که تو ایران آموزش دیدن یه کار تروریستی میکنن، یه پلیس میکشن، بم میذارن، مملکت رو به هم میزنن. من آرزو میکنم این نشست غزه و مصالحه فلسطینی ها به انجام برسه، برای که فردا باز آقای خامنه محمود زهار رو صدا میزنه 20 میلیون دلار میده میگه بریم به هم بزنیم، چون جمهوری ولایت فقیه نمیتواند در یه محیطی که توش دموکراسی ایجاد بشه، اگر عراق رو رها کردن در عراق یه دموکراسی میمد رو کار، و سوریه و همینطور سوریه رو شما نگاه کنید، دخالت جمهوری اسلامی و حزب الله این مصائب رو بر سر مردم سوریه آورد و از اون برم تروریست های داعش و اسلامی ها و گروه نصرت رو آورد، چون جنگ شیعه سنی شد دیگه. شما یه جوری اشاره کرده های نوریزاده، یمنی که کمونیستی که رفته داماد حزب الله شده، انگار داماد حزب الله یه جور شغل بود شده دیگه. نه آخه برای که رفته اونجا دختر داده، دختر گرفته، یه دختر داده به یه خواننده لبنانی که با حزب الله فادی، بعد همونجا خواهر اونم برای خودش گرفته، در نتیجه داماد حزب الله شده. داماد دو طرف یعنی جون کمونیستای اسلامی شدن تو ترکیب ببینش. خب داماد میدیم داماد پس میدیم. خب آقای سازگارا، صحبت حمید ابو طالبی شد، کسی که در عملیات تروریستی گروگانگیری و بعد هم آقای نوریزاده اشاره کردن که چه ارتباطی با سازمان های تروریستی داشتن، و صحبت این شد این مسئول های حکومت ایران باعث بیابرویی میشن، که البته بیابرویی خود نظام و نه مردم، مردم ایران. بارها مسئولان بسیاری از کشورها از جمله آمریکا گفتن که در زمان حداقل تا زمان بوش که فرق هست بین عرض کنم ملت ایران و حکومت ایران، یک فاصله هست. اشاراتی هم پرزیدنت اوباما به این موضوع اوائل داشت. الان در همین ردیف امام جمعه تهران از این صحبت هایی که می کنم، باز همین امروز
خواست از روحانی که باز یک مشت محکمی به دهان اوباما بزنه. این مشت محکم زدن در دیپلماسی که از همون اومدن خمینی در بهشت زهرا به دهان دولت وقت دکتر شاپور وقتی ها زدن تا الان ادامه داره، این مشت لغت لغت پراکنی های حکومت. چرا؟ چه عدد؟ مسئله آقای ابوطالبی و معرفی ایشون، خب البته میدونید به موجب تعهدی که امریکا به عنوان میزبان سازمان ملل داده، دیپلمات های کشورها رو صرف نظر از موافقت یا مخالفت با امریکا ویزا باید بده، منتها ویزای سازمان ملل میده، یعنی از شعاع 25 مایلی سازمان ملل اون طرف تر بخوان برن اون وقت باید ویزای آمریکا بگیرن. ولی بنابراین امریکا به موجب اون تعهد در مقر سازمان ملل روز نخست داده باید ویزا بده به هر کسی. اما از سوی دیگه اولا امریکا 25% پول سازمان ملل رو میده و بارها هم این مطرح شده که این هزینه اصلی روی دوش یک کشوره. ثانیاً اینکه ایران شکایت کرد در خصوص ماجرای همین ویزا ندادن به آقای ابوطالبی، رفت به کمیسیون مربوطه، اون کمیسیون آخرش هفته گذشته اظهار نظر کرد که این یه مورد خاصه و نمیتونه کمیسیون اظهار نظر بکنه، مورد خاصه به این دلیل که گروگانگیری هم امری خلاف مقررات بین المللی بوده، یعنی یک کشوری که نقض مقررات بین المللی رو کرده، آدمی رو که در اون نقض مقررات بین المللی و مسئولیت دیپلمات ها دست داشته، حالا همونو میخواد بفرسته برای نمایندگی سازمان ملل. یه موضوع واقعا استثنایی است و کشور میزبان امریکا میگه من قانون دارم، بلافاصله یه قانون جدیدتر کنگره امریکا مجلس نمایندگان و سنا تصویب کرد، آقای اوباما امضا کرد که کسانی که در فعالیت های تروریستی دست دارند و بیم کار تروریستی میره، امریکا حق نداره بهشون ویزا بده. بنابراین به نظر میرسه ماجرا آقای ابوطالبی احتمالا با قانونی که همین اخیر در کنگره امریکا تصویب شد میره که یک تغییری در اون تعهد روز اول امریکا ایجاد کنه، چون امریکا میگه به هر حال کشور منه، درست سازمان ملل تو نیویورکه ولی تو همین نیویورک به حمایت نیروی قدس سپاه القاعده اومده و 11 سپتامبر رو خلق کرده، بنابراین من حق دارم برای امنیت خودم اگر کسی در کارهای تروریستی بوده او رو راه ندم. به هر حال ماجرای آقای ابوطالبی به نظر من، دیدم آقای قشقاوی اظهار نظر کرده که ما همین یه نماینده رو داریم، توصیه‌ام به امثال ایشون این است که حسب معمول جمهوری اسلامی خودشون رو نبرن توی یه کوچه بن‌بستی که دیگه از اون تو در نمیان. آقای ابوطالبی رو مطمئناً امریکایی‌ها نخواهند گذاشت بیاد به امریکا. این حرفا فقط باعث خواهد شد که دیگه نماینده‌ای توی سازمان ملل نداشته باشن. به هر حال فکر میکنم که این هارت و پورت هایی هم که میگید امام جمعه تهران میکنه، اینها از جنس این شعارهایی که آقای چالنگی 35 ساله شنیده، اما ادبیات اینها بشه، بله حرفایی است که در واقع هم توخالیه، هم مثل طبل توخالی و بی‌محتواست، هم از شدت تکرار واقعا واژه ها دیگه از دست این حرفا خسته شد. خب آقای نوریزاده، در همین مسیر و چارچوب داستان بنیاد علوی هست. بله. ظاهرا یک منبع پردرآمدی بوده برای حضرات به ویژه هیئت نمایندگی. بله. همین آقایون مرتب آمریکا اومدن و رفتن، البته آمریکا به کسانی مثل موسویان و بقیه که در عملیات تروریستی هم به هر حال نقش‌هایی داشتن یا ارتباطاتی داشتن ویزا دادن، ولی خب الان دارن سفت و سخت میگیرن. ببینید این مال آقای ابوطالبی، من یه توضیح اینجا خدمتتون بدم. این آقای ابوطالبی قبلا به آقای روحانی گفته بودن ایشون انتخاب نکن، ولی آقای روحانی به این آقا خیلی علاقه داشت،
وقتی که ابو طالبی از استرالیا برگشت بعد از سفارتش در زمان خاتمی، در دوران احمدی نژاد بیکار شد، منتظر خدمت هیئت مشاوران. در نتیجه روحانی بردش تو مرکز پژوهش‌های استراتژیک و رئیس مطالعات آسیایی رو ریاست شد داد به ایشون. ایشون معاون آقای روحانی هم معاون سیاسی ایشون بود، خیلی با هم نزدیک کار میکردن، در کمپین هم خیلی موثر بود. به ایشون هم قول داده بود بفرستتش نیویورک، این دلش میخواست بره اونجا. و علارغم توصیه هایی که ظریف به ایشون کرد و دیگران که نوبت عباس عراقچیه، او باید بره اینجا، آقای روحانی قبول نگه. یعنی این تقصیر مستقیم خود آقای روحانیه که اصرار داشت ایشون رو بفرسته. و جالب اینه که میگن کسی که اطلاعات دقیق و تصویر از ایشون به آمریکایی‌ها داده خود آقای عراقچیه، و عراقچی چون ایمیل مستقیم خانم وندی شرمن رو داشته، تمام این اطلاعات رو با یک ایمیل ناشناس برای ایشون فرستاد. حالا اینا شایعاتی که در تهران است، مهم نیست درست یا غلطش، ولی غرضم اینه که این خطای آقای روحانی بوده که این احتمال رو باید میداده که ابو طالبی نه فقط مسئله گروگانگیریش، بلکه از سنگال بیرون شده، اخراجش کردن به خاطر ارتباطش با کارهای تروریستی. یا در ایتالیا در کشتن مرحوم محمد حسین نقدی، ایشون به علت اینکه با نقدی دوست بوده، آشنا بوده قبل از اینکه نقدی بره به شورای مقاومت مجاهدین به پیونده، و وقتی ایشون سفیر بوده تمام اطلاعات لازم رو به دست میره. و وقتی که سردار نقدی میاد اونجا که پسرموی محمد حسین بوده، ایشون سفیر نبوده دیگه، ولی در ایتالیا بوده و برنامه ریزی های لازم رو که خب با رو شدن تمام اینا آقای روحانی چجوری فکر میکرد که این آقا میتونه به امریکا بره. متاسفانه این هزینه است که آقای روحانی باید بده و ناچار هم از فرد دیگری رو انتخاب بکنه یا آقای خزائی رو تمدید کنه. خب به هر حال بنیاد علوی رو من پرسیدم. بنیاد علوی رو هم از این کوتاه. بله، بنیاد علوی اونطور که شما میدونید مصادره شد. این بنیاد علوی برای رژیم یک خزانه مأموره که شما نگاه کنید در طول سالهای گذشته چند تا مرکز اسلامی در مناطق مختلف آمریکا باز شد، شماری که در اختیار اون آقایون قضاونه بود و شماری در اختیار کسایی، اینا همه پولش از بنیاد میرفت. تلویزیونای اسلامی که در امریکا را افتاد، اساتیدی که با یک کاغذ A4 برای رژیم نوشتن و پولای کلان گرفتن، الان هم رژیم کلافه است. یعنی یه همچین منبع درآمدی را دست داده، آقای مصباح دیگه چجوری به چهاشو بفرسته در آمریکا و کانادا درس بخونن؟ اینه که خیلی عصبانی هن از این ماجرا. کمتر از یک دقیقه اختاریم در همین زمین آقای سازگار. ببینید آقای چالنگی، در امریکا برای پرونده 11 سپتامبر قاضی دانیلز 6 میلیارد دلار خسارت برای 300 نفر فقط از شاکی‌ها که وکیلاشون رفتن صادر کرده. برای پرونده انفجار تفنگدارای دریایی امریکا بیش از 3.5 میلیارد دلار و 19 پرونده به دلیل کارهای تروریستی اتباع امریکایی شکایت کردند که بستگانشون کشته شدند و دولت ایران، نیروی قدس سپاه یا وزارت اطلاعات پشت این عملیات تروریستی بودند. ایران در هیچ دادگاهی در امریکا شرکت نکرده، در نتیجه قضات حرفا رو شنیدن، رأی دادن. این رأی رو در واقع به موجب حکم دادگاه رفتن تونستن ثابت بکنن که این بنیاد علوی وابسته است به حکومت ایران، بنابراین گرفتن. قدم بعدی این صاحبان پرونده تا اونجا که من میدونم این است که میبرن در دادگاه های اروپایی، اونجا هم حکم میگیرن، چون ایران در امریکا اموالی نداره، اونجا هم میرن اموال ایران رو میگیرن بابت هزاران نفری که کشته شدن در عملیات تروریستی جمهوری اسلام. سپاسگزار هستیم آقای سازگارا در واشنگتن و سپاس از شما آقای نوری‌زاده عزیز در لندن. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبنان، کوهساران دنا، درات
آسماری در هو و الوند کو و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.